بیا کی دے غدیر است ای بوت عیار مکن کنار قیامت بهار بوسو کنار ز عید غدیر، عید ولایت و امامت و عید رسالت و عید اکمال دین را برای همه مسلمانان و جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم. استقبال از غدیر استقبال از همه ارزش هاست. بیایید مبلغ غدیر باشیم. عید غدیر خون بر همه شما مبارک. غدیر بهترین و زیباترین روز تاریخ است. این روز زیبا مبارک همه ایتان دارد. زبهر بوس من امروز حضورها دارم، بیا تو ای بوت سیمین هزار حضور میارا، بیا با تهنیت عید بوس دی چندانا، کتاب بر روز شمارش نیاوران شمارا، بیار بوس نما. عید سید قدیر عید است که در یک روز خلاصه نمیشه، که ما فقط باید بگویم در 18 ذوالحجه است. عید سید قدیر از واقعاتی که از دهه آخر ذوالقعده شروع تا دهه آخر ذوالحجه شروع میشه، یک سلسله واقعات را داره که خودش نشان دهنده از این است که خود غدیر یک امر الهی است. عید غدیر روزی هست که خداوند متعال برای پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این خداوند میفرماید که ما پیامی را که برای تو دادیم تو باید برای مردم برسانی، چون اگر تو این پیامی را که ما برات دادیم نرسانی، زحماتی را که در طی 23 سال رسالتت انجام دادی همیش نابود میشه. اینجا برای ما نشان میده که واقعه غدیر یا روز غدیر چقدر مهم بوده که خداوند با چه صراحت و تأکید برای پیامبر بیان کرده که تو حتما باید این پیام برای همه مسلمانان جهان برسانی. هدف ما از برپایی جشن عید غدیر هر ساله و کار کردن در عرصه عید غدیر ای است که در اصل وظیفه ماست که ما باید این پیام برای همه مسلمانان جهان برسانیم و امر شده از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. قسمی که در خطبه غدیر داریم که حضرت رسول فرمود این سخن را غایبان به حاضران، حاضران به غایبان و پدران به فرزندانشان باید برسانند، و یک امر واجبی هست بر همه امت رسول خدا که باید این امر ما برسانیم، نسل به نسل و سینه به سینه باید این سخن رسانیده شود. و روز عید غدیر روزی هست که اهمیتش آنقدر بالا هست که در روز عید غدیر خداوند متعال به واسطه پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم جانشینی امام علی و 11 فرزندش تا حضرت مهدی موعود را برای ما میرساند تا قیام قیامت. و وظیفه ما نسل جوان برای برپایی جشن عید غدیر ای است که ما با جان و دل در این عید غدیر هر سال باید زحمت بکشیم و پیام عید غدیر را برسانیم. و این تجدید بیعت با امام زمان هر سال است و عید غدیر باید ما را وصل کنه به امام زمان خود ما، و هر سال ما باید با امام زمان خود ما هر سال تجدید بیعت داشته باشیم که بله، حرف رسول خدا که چندین سال در سال حجۃ الوداع این حرف زده بود و این تا قیام قیامت ادامه داره، فقط یک مسئله تاریخی نیست، و ما باید فرزندش که حضرت مهدی موعود هسته و در عصر و زمانش ما زندگی میکنیم و امام ما هسته، باید ما با جان و دل در راه حضرت مهدی موعود باشیم و غدیر را گرامی بداریم، به این دلیل که به خاطر که آخرین جانشین رسول خدا و آخرین وصی رسول خدا و آخرین ولی و حجت خدا در روی زمین حضرت مهدی موعود است، و وظیفه ما هست که باید عید غدیر را جشن بگیریم و هر ساله تجدید بیعت داشته باشیم با آقا امام زمان خود ما. من کنت مولا فهازا علی مولا، پس علی قطعا مولای ماست، سرور ماست، مثلا پدر اصلی اوست، قسمی که پیغمبر فرمودن من و علی پدران این امت هستیم، و این عشق و علاقه است که ما مثلا مخلصانه میاییم بریم محافل خدمت میکنیم بدون کدام درخواست مزدی یا کدام چیز دیگه، از صبح تا شام مثلا شب تا صبح بعضی وقتا مثلا خدمت میکنیم،
شب و صبح نمیبینیم. این عشق مولاست که برای ما شما مثلا بر دل ما نهاده و ما میریم مخلصانه این کارها را انجام میتیم و شب و روز نمیگیم مثلا مشکلات مثلا گرمی و سردی هوا نمیگیم، میاییم مثلا خدمت میکنیم. و ما آمدیم که در کنار برادران خود ما به خاطر برپایی جشن عید غدیر چندین روز قبل از عید غدیر کارهایی را انجام بدیم تا که در روز عید غدیر جشن پرشکوهی گرفته شود. این وظیفه دینی و ایمانی را که سر خود ما داریم و وظیفه ما است که یک تلاشی را بکنیم و این کار ما با جان و دل میکنیم. و ما احساس ما این است که یک جور وظیفه ای را من میدانم که وظیفه ما مسلمان هست که به حرف رسول خدا گوش بتم و امرش اطاعت کنم و باید ما جشن عید غدیر گرامی بگیرم، چون از همه اعیاد مسلمین برتر و بزرگتر است و باید چندین روز قبلش ما در عرصه کوشش تلاش ای باشیم که باید جشن پرشکوه بسیار خوب به نحو احسن ای جشن برگزار کنیم. توتی شکر فشانم از من قاره یکی حکایت از این عید مر تو را گویم ما که برز و داید ازا این دلت زنگاره به همچه روزی و با فرخی و پیروزی نبی امی و سالار انبیاء کباره غدیر یعنی تجدید بیعت با امام زمان و با امام زمان بودن تا آخر. آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه من با مردم دنیا چی کاری داشتم. عید غدیر مبارک همه ایشون. اصل غدیر بیعت با مهدی اجر الله تعالی فرجه و شریف است. این عید بر همگان مبارک. کزان دو راه یکیه در مدینه داشت گذار سری دو راه رسید آن یگانه آفاق کزان دو راه یکیه در مدینه داشت گذار سوی مدینه برفتن جمعه